اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. دفتر حقوقی فاد حقیقی و همکاران در اورنج کانتی، وکیل کلیه امور مهاجرت و تصادفات، کارت سبز از طریق سرمایه گذاری و از طریق توانایی‌های فوق‌العاده، هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان شامل همسر و فرزندان زیر 21 سال، تأسیس شرکت در آمریکا، پناهندگی سیاسی و مذهبی، تصادفات رانندگی، موتورسیکلت، صدمات بدنی و زمین‌خوردگی. در رابطه با امور تصادفات تا هنگامی که حق شما دریافت نشده هزینه ای نمی پردازید. 714-508-7000 بینندگان گرامی، خانم ها، آقایان، درود بر شما. امیر برادران هستم و با برنامه ورزش و اندیشه در خدمت شما. سلام گل به تو ای گل شونم، سلام از من یار مهربونم، تو رو دوست دارم اندازه ی چونم، خوش اومدی بخونم. بهشت من و پردیس و بهار من همینجاست، تو بارون بلا پیش تو آرامش دو جانورشی. من وقتی که کوچیک بودم یادم، چون باید برای برادر بزرگترم می‌خریدم، 4000 بود و این و اون می‌خوند برادر بزرگترم و بعدم بعد از اون به من میرسه و منم شروع می‌کردم به خوندن اون جانورشی. بسیار آگاه دهنده بود، بسیار خوب بود برای من که اون موقع هم که بچه بودم و دبستان می‌رفتم. و در هر استانی یه شعبه داشت که یه قسمتش مال شهرستانا بود. در گیلان شهرستان رشت میخورد. وقتی بازی میکردیم میومدن خبرنگارا یا عکاسا میومدن در زمین ورزش عکس میگرفتن، عاشق این بودیم که بعدم بریم این روزنامه رو بگیریم. اون موقع هم که وضع مالیمون خوب نبود که بتونیم برفت 3000-4000 بدیم که یه دونه کم ورزی. میرفتیم از خود اون مطبوعات اجاره میکردم، 10 شایی اجاره میکردم که اینم بخونم بعد ببرم پس بدم. حالا فکر میکنم جوونه های مخصوصا قبل از انقلاب که من جزوشون بودم، همیشه قبل از کلاس رفتن رو احتمالا کیانه ورزشی رو میگرفتن میخوندن و بعد میرفتن کلاس. من خودم شنبه ها یادمه وقتی که وارد نزدیک مدرسه قبلستان ادیب میشدم، اول کیهان ورزشی رو میگرفتم میخوندم تا به کلاس میرسیدم و باید معروف از این کیهان و از این استفاده میکردم از مجلات ورزشی روز ما. در زمان ما معمولا کسایی که خبرنگار بودن اینا واقعا اعتقاد داشتن به کارشون و وارد بودن. اتفاقی که واسه خود من افتاد که روحی من عوض کرد، خیلی تاثیر داشتن فوتبالیست شدنم. یه روز شنبه صبح که اول وقت رفتم که ورزشی بگم، من از این تفریح نداشتم مثل اون فوتبالیست. یه ورق که میزدم واقعا چیز بود، مجله نبود. همونی که برای میزدن یادم اینجا اکسیانه یه اکسی چیش در چهار مثل این صفحه های شهرستان ها انواف میزنن چیش در چهار. این جوان آینده خوبه، اسمش از خیلی شرفه، یادتون باشه. من هرگز اون اکس فراموش میکنم، همیشه یاد اون اکس چیش در چهاره جامعشی هستم. اصلا مادر ورزش مدرن ایران کیهان ورزشی بود. خود بنده از شماره 14 کیهان ورزشی که در سال 1334 بود من داشتم، با وجود که
سر بچه‌ای بودم و تازه دبیرستان می‌رفتم. برای زمان که آقا ورزشی بسیار حق بالایی به گردن ورزش ایران داره و همه اینها مدیون اون هستن، مدرنیزه شدن، اخبار رجوع کردن، یا از اخبار به اخبار صحیح به سمع مردم رسوندن کار آسان نیست. و مخصوصا این روزنامه روز شنبه منتشر میشد، برای ما که در آبادان بودیم روز یک شنبه عصر به دست ما میرسید. من میرفتم بلوی اون روزنامه فروش میرسدم تا این روزنامه روز شنبه از تهران بیاد خرمشهر، روز بعد روز یک شنبه صبح بعد بیارن آبادان، روز یک شنبه عصر دست ما میرسید. این روزنامه رو ما تا هفته بعد که شماره بعدی بیاد از حفظ میکردیم. یه خانواده کوچیک بودیم که مثل زنجیر با هم دیگه وابستگی داشتیم. من زمانی که حتی تصادف کردم، اولین کسی که اومد که مریض خونه من دید دکتر بسپرده بود. زمانی که مبشر تو گوش من زد، به خاطر که همه همچه دیگه بهش گفته بودن مبشر برو گم شو، اولین کسی که توی دفتر تو آفیسش من استدعا کرد و من دلجویی داد دکتر بسپرده بود. و این باعث همدستگی و دوستی و رفاقت بود. یه خانواده کوچیک بودیم که با هیچ چیزی نمیشد اون خرید. اون چیزیه که من میتونم بگم. و کیهان ورزشی اون محیط که توش بودیم سراسر از رفاقت و دوستی و همبستگی و تجربه و دانایی بود. کسایی بزرگانی بودن مثل دکتر صدرالدین رایی، مثل آقای کاظم گیلان، مثل مرحوم دوزی، مثل مرحوم اسدالدین. برای این کیهان ورزشی با خیلی ها زحمت کشیدن، مرحوم دوری سردبیرش، آقای گیلانپور همینطور، دکتر صدرالدین الهی همینطور، همین آقای حسین دستگاه که امروز اینجا هست، منوچهر لطیف، دیگران و دیگران خیلی بودن. برای کیهان خود کیهان ورزشی، یعنی هر کدوم از نشریات کیهان به خودی خود یک مؤسسه عظیم شده بود. زن روز ما کیهان ورزشی، کیهان انگلیسی، کیهان روزاده که من درش کار میکردم. بنابراین بهتون بگم کیهان ورزشی هم یکی از نقطه های علایق و عشق ابدی من رو تشکیل میده. سلام گل به تو ای گل نشونم، بله. برنامه این هفته ویژه 60 سالگی مجله کیهان ورزشی است. یک مهمان بسیار گرامی داریم که از طریق تلفن با ما همراه است و درباره مجله قدیمی بحث و گفتگو خواهیم داشت. اما قبل از هر چیز اجازه بدیم بریم با مهمان برنامه که خود از بنیانگذاران مجله کیهان ورزشی در 60 سال پیش بوده آشنا بشیم. خانم ها آقایان، استاد صدرالدین الهی. در تاریخ مطبوعات ایران بدون تردید نام صدرالدین الهی از اعتبار و ارزش ویژه‌ای بهره‌مند است و این نام در جمع روزنامه‌نگاران برجسته سرزمین ما در ردیفه اول قرار دارد. استاد صدرالدین الهی پیش از 6 دهه در روزنامه‌نگاری و نویسندگی و علوم ارتباطات تلاشی و کوششی پردامنه و گسترده داشته و عمر این بزرگمرد رسانه ایران همگاه با قلم و نوشته همراه بوده است. نبوغ و ذوق کم نظیر و تحصیلات بالا در دانشگاه‌های ایران و خارج، صدرالدین الهی را در دهه 30 خورشیدی به عنوان یک پدیده استثنایی در مطبوعات سرزمین ما معرفی کرد و این استاد نمونه در هر زمینه قلم زده و با تایید و نظر بزرگان همیشه شیرین نوشته و بسیار شیوا. استاد الهی تعلیف و نوشته‌های فراوانی در زمینه‌های ادبی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی داشته و دارد که جملگی آثار ایشان ارزشمند و ماندگار است و به باور ما استاد الهی علاوه بر هنر والای نویسندگی یک جامعه شناس عالی مقام است. صدرالدین الهی در تاریخ 13 آذر سال 1313 شمسی در تهران به دنیا آمد و سنین نوجوانی به کار روزنامه‌نگاری پرداخت و از سال آخر دبیرستان یعنی سال 1331 کار خود در روزنامه کیهان آغاز کرد. استاد الهی تحصیلات خود در فرانسه پایان برد و در سال 1357
برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن حوزه و دانشگاه برکلی با آمریکا رفت و با انقلاب اسلامی در ایران دیگر به ایران باز نگشت. صدرالدین الهی از بنیانگذاران کیهان ورزشی است که نخستین شماره آن در 18 آذار سال 1334 منتشر شد. فکر کردیم چطوره که ما یه نشریه ورزشی داشته باشیم. چرا؟ در ذهن من برای اینکه جوونا از اینکه برن دنبال احتیاط، در ذهن اون یکی به خاطر اینکه ورزش رو دوست داشت. اولین نشریه‌ای که کیهان مستقلا منتشر کرد کیهان ورزشی بود. ما در 18 یا 19 آذر 1334 اولین شماره کیهان ورزشی رو منتشر کردیم به صاحب امتیازی بسپادوری، مدیریت قرارگون، سردبیری محمود منصفی، مدیر داخلی آقای کاظم گیلانپور و بنده ایشکاره ونی فضول اهنکار. استاد الهی در هشتمین دهه زندگانی پر اثر و خلاق و سازنده خود هنوز هم با عشق و شور، با واژه‌های دلنشین و زیبا سر کار دارد که یادآور عشق پایان‌ناپذیر استاد است. 60 سالگی کیهان ورزشی را بهترین دانستیم تا به سراغ استاد بی‌بدیل و یکی از 5 بنیانگذار کیهان ورزشی برویم و پای صحبت با چهره‌ای بنشینیم که حق بسیاری در شکل‌گیری و پایگیری کیهان ورزشی داشته است. گفتگوی تلفنی ما با استاد صدرالدین الهی در شهر ولنات کریک در شمال کالیفرنیا در نزدیکی سان فرانسیسکو به راستی برای برنامه ورزش و اندیشه افتخار و اعتبار ویژه‌ای می‌بخشد و به این معلم بزرگ اهالی رسانه‌های ایران درود می‌فرستیم و سپاس برای پذیرفتن دعوت ما به مناسبت 60 سالگی مجله کیهان ورزشی. استاد صدرالدین الهی، خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش و اندیشه. خواهش میکنم. جناب الهی، میخوام در آغاز صحبتون با شما ببینم شما در آغاز 80مین دهه زندگی الان چه کار میکنید؟ کجا هستید؟ بله، 80مین گذشته، در آغاز 81مین. 81مین هستید. خب میخوام یک سال شما رو جوانتر نشون بدیم، نشدش. بنده در شمال کالیفرنیا در شهر کوچک ولنات کریک زندگی میکنم. خب چه کار میکنین این روزا؟ میخونم، مینویسم، مثل همیشه. چون من خودم از نوجوانانی هستم که آقای الهی شنبه صبح برای اینکه مجله کیهان ورزشی رو اول بگیرم بخونم همیشه نیم ساعت دیر سر کلاس حاضر می‌شدم. بله، این شکایت رو از بسیاری داشتم. دقیقاً، من با بسیاری از نسل‌های گذشته صحبت می‌کنم، همه اینقدر علاقه خودشونو به کیهان ورزشی از همین یه نکته خیلی مهم نشون میدم که خود من مثال بسیار زنده‌اش هستم و در طول این سال‌ها بعد از انقلاب کیهان ورزشی رو همیشه مطالعه کردم و حتی برحال بعد از انقلابم که این فرصت داشتم که در رسانه‌های ایران کار بکنم رفتم و آرشیو قدیم کیهان ورزشی رو مطالعه کردم. اما حالا قبل از که به کیهان ورزشی برسیم، من می‌خوام ببینم که آیا امروز شما در این سایت‌های اجتماعی مثل فیسبوک در این دنیای مجازی فعال هستید؟ عرضم حضورتون که این دنیای مجازی برای من یه چیزی رو تداعی می‌کنه و اون یادم میاد که من بچه که بودم نوکر و کلفت خونه چون سواد داشتن میامدن پیش ما میگفتن آقا خواهش میکنیم واسه خوار مادرمون میخوایم یه کاغذ بنویسیم تو بنویس. بنده در مقابل این مسائل اجتماعی همون کلفت نوکرم، دندان سوادی براش ندارم، ولی دخترم یه فیسبوکی درست کرده برای من و برحال مطالعه به من توش میذاره. آیا با روزنامه نگاران بعد از انقلاب، با نسل فعلی در ایران در ارتباط هستید؟ کمابیش. بسیاری از اینها با تلفن گاهی از من چیزایی میپرسن، سوالایی میکنن، گاهی مطالبی مینویسن و مثلا همین اواخر هفته پیش از تهران یک دو تا مجله، یعنی دو جلد از یک مجله معمولی خیلی شیک و ظریف و گردن کلوف به اصطلاح خودمون به دستم رسید به نام شبکه آفتاب. بله. که درش مطالبی راجع به کتاب صدیق‌الدین بود و خیلی هم چاپ خوبی داشت و خیلی هم جد اطلاعشون در حدود همین حدودایی که از راه گذشته یا کتابای امروز من به دستشون هست. خب در طول این 37 سال گذشته آیا با کسی در کیهان ورزشی در ارتباط بودید؟ نه، متاسفانه نه. نه، وقتی من اومدم اینجا دیگه کیهان ورزشی مدت سالها بود که دیگه در کیهان ورزشی هم فعال نبودم، ولی نداشتم. ولی کیهان ورزشی رو میبینم. همین هفته دو هفته پیش آقای سیروس علی نژاد که از دوستان خیلی نزدیک من و همسفران و بعد از چون من شاگرد نمیگم هیچ وقت برای من دو تا شماره آخر این کیهان ورزشی فرستاد. به نظر من
خوب بود، یعنی مجله قابل توجهی بود. جالب تر از همه این بود که یه صفحه هم داشت که عیناً از همون آرشیوی که شما بهش مراجعه کردین، هر هفته ظاهراً یه صفحه از کیان ورزشی قدیم رو عیناً چاپ میکنه. دقیقاً. آیا الهی، این ماه آذر ماه به نظر من ماه مهمیه، به خاطر اینکه در زندگی شما، البته چون 13 آذر که روز جمعه، یعنی همین دیروز تولد شما بودش، و 18 آذر تولد کیهان ورزشیه، و 3 آذر هم مصادف با درگذشت بنیانگذار کیهان، سناتور مصطفی مصباح‌زاده، که امسال نهمین سال درگذشت ایشون میباشد. فکر میکنید واقعا ماه مهمیه در زندگی شما؟ در زندگی بنده بله، ولی در زندگی دیگران نمیدونم. جناب الهی، ما بحث امروز هم همونطور که مستظر هستیم در رابطه با کیهان ورزشی 60 سالگی این مجله، و بسیار پرسش های بسیاری با شما میخوایم در میون بذاریم. اما اگه بینندگان ما موافق باشن، بریم اولین قسمت از گزارشی درباره کیهان ورزشی رو با هم ببینیم. از سال پیش، یعنی در روزگاری که هنوز هیچ خبری از تلویزیون، نوارهای ویدیویی، ماهواره اینترنت و تکنولوژی امروزی نبود و عکس و تصویر برای ایرانی‌های ورزشی حکم کیمیا را داشت، مجله کیهان ورزشی در 18 آذر سال 1334 ظهور کرد و انتشار یافت. اولین نشریه که از دل کیهان مادر بیرون آمد، اولین رسانه مستقل و کاملا ورزشی بود که اولین پل برای ارتباط با جهان ورزش برای مشتاقان ایرانی به حساب آمد. کیهان ورزشی در آن زمان تنها وسیله برای دوستداران ورزش در ایران به شمار می آمد و مشتاقان ورزش ایران با انتشار کیهان ورزشی توانستند با چهره قهرمانان و تیم‌های بزرگ ورزشی در ایران و جهان آشنا شوند و به واقع کیهان ورزشی راهگشای ورزش ایران به دنیای آن زمان در ورزش بود. پیش از ظهور کیهان ورزشی، روزنامه‌نگاری ورزشی در دو روزنامه ایران ما و اطلاعات خلاصه می‌شد که هر یک با ستون‌های ورزشی به انتشار اخبار و مطالب مربوط می‌پرداختند. و زندیات احمد اصفهانی در ایران ما قلم می‌زد و روانشاد صدری میرمادی در روزنامه اطلاعات مسئول ستون ورزشی بود. سوای این ستون‌های ورزشی در آن دو روزنامه، چند مجله ورزشی وابسته به باشگاه‌های نیرو، راستی، دوچرخ سواران که بعدها تاج شد، و ورزش ارتش انتشار می‌یافت که جملگی وابستگی داشتند و عمومی نبودند. کیهان ورزشی با مطالب متنوع و برگرفته از شکل و شمایل مطبوعات ورزشی فرانسه، از نخستین شماره نشان داد که بنیانگذاران آن با شکل حرفه‌ای کار آشنا هستند و مطالب ترجمه اغلب فرانسوی بودند و گویای زباندانی یکی دو نفر از تحریریه کوچک کیهان ورزشی. در اولین شماره کیهان ورزشی که در 12 صفحه و به صورت کاغذی منتشر شد، تصویر روی جلد اختصاص به مسابقه بوکس بین تیم‌های باشگاه آرارات و نیش یوگسلاوی داشت و در سر مقاله آن اشاره به اهداف و ختمش مجله شده و چنین آمده است: آنچه بیشتر از هر چیز مورد نظر ماست و به خاطر آن می‌کوشیم، اصلاح امر ورزش می‌باشد و برای انجام این منظور از انتقاد فروگذار نخواهیم بود و عیب را در هر کجا و در هر مقامی که باشد نشان می‌دهیم و راه چاره را هم عنوان می‌کنیم. شنبه‌ها با انتشار کیهان ورزشی رفته رفته به روز اهالی ورزش ایران برای مطالعه و آگاهی از اخبار، تجزیه و تحلیل و اتفاقات ورزشی ایران و جهان تبدیل شد و خیلی زود کیهان ورزشی برای مسئولان ورزشی کشور نیز محلی برای ارزیابی کار آنان شمرده شد.
بی‌طرفی و دوری از مد و سنا و نگاه منصفانه و نقدهای واقع بینانه در دستور کاری نویسندگان و خبرنگاران کیهان ورزشی قرار داشت که با گذشت زمان به اهالی ورزش ثابت کردند که با باجگیری و باجدهی و بدوبستان هرگز رفاقتی ندارند و حق و حقیقت یار همیشگی آنان است. این گونه بود که اعتبار و احترام کیهان ورزشی در جامعه ورزشی ایران روز به روز بیشتر شد و پایه‌گذاران اولین مجله ورزشی ایران راه و رسم اصیل و سازنده را در روزنامه‌نگاری ورزشی بنا گذاشتند. رشد و پیشرفت بدون توقف و آشکار کیهان ورزشی به اندازه با سرعت و بلندگی توأم بود که پس از یک دهه با چنان وزن و ارزشی هم پاگشت که خواننده‌های آن جوری نوشته‌ها را می‌خواندند و عکس‌ها را می‌دیدند که انگاری آن را می‌خورند و اغلب مشتریان پروپاقرص می‌گفتند که ما کیهان ورزشی را نمی‌خوانیم، آن را می‌خوریم. در دوران رشد و پیشرفت سرزمین ما که طلایی ترین زمان آن در 10 سال پیش از انقلاب ویرانگر اسلامی بود، کیهان ورزشی در جایگاهی قرار داشت که بدون اغراق هیچ کم و کسری از بهترین نشریات ورزشی جهان نداشت و در هر میدان داخلی و خارجی خبرنگار عکاس این مجله حضور پرتلاش داشتند تا بهترین دریچه را برای تماشای رخدادهای ورزشی به خوانندگان خود هدیه کنند. 27 سال از عمر پربار کیهان ورزشی تا زمان فاجعه‌ای به نام انقلاب اسلامی سپری شد و شماری عاشق از تمام هست و نیست خود گذشتند تا این مجله را با خون دل به بالاترین ارزش و اعتبار برسانند که ناگاه همه چیز زیر و رو شد. خب جناب علایی، از تولد و ظهور کیهان ورزشی در 60 سال پیش برای ما بگید. من چندین بار راجع به این مسئله صحبت کردم و نوشتم. چیز خیلی جالبی است، یعنی برای نسل امروز باید خیلی آموزنده باشه. ببینید، کیهان ورزشی به دو سبب منتشر شد. یکی این که من 2 سالی بود 3 سالی بود کارم در کیهان شروع کرده بودم، یواش یواش از مثلا خبرنگار دم پسر دستی و سر پایی مبدل شده بودم به کسی که میتونست مثلا ستونی یا صفحه‌ای رو اداره بکنه. هنوز کیهانی به نام کیهان خانواده وجود نداشت، ولی یه لایه کیهان وجود داشت که خبرهای مختلف رو شروع داشتن، از جمله اخبار ورزشی رو. حالا این درست موقعی است که اتفاق 28 مرداد افتاده و به کلی اوضاع سیاسی ایران عوض شده. مبارزین سیاسی یا فرار کردن یا در زندانن، و یا جوانهای سن و سال من که در اون موقع مثلا 19 20 سالشون هستش به کلی ناامیدن از همه چی و ناگزیر و ناچار کشیده شدن به دام افیون و الکل. من خودم یه ورزشکار درجه 2 قدیمی بودم، در موقعی که قلم دستم گرفته بودم و این بخش روزنامه در عهده من بود، فکر کردم که با ورزش میشه یه کاری کرد. این یکی. در همین سال یک اتفاق بزرگ تاریخی در تاریخ ورزش افتاد و اون یک آقای به نام هیلری با یک شرپای به نام تنسینگ رفتن و قله اورست رو فتح کردن. شرح این سفر در اون زمان در مجله ریدرز دایجست چاپ شد و یک آقایی که در تهران در سازمان تربیت بدنی کار میکرد و ظاهرا نمیتونست این مطلب رو جای تاب کنه، ترجمه کرده این رو به دست من داد. وقتی خوندم دیدم عجب داستان قشنگی است. با این آقا دوست شدم و این آقا اسمش آقای کاظم گیلانپور بود. بعد هم رفتیم جلو و تصمیم گرفتیم که برای اینکه این ورزش کار ورزشی رو انجام بده، من برای اینکه این فکرم رو درست کنم یه روزنامه ورزشی درست کنی. خب؟ بله. حالا اینجا یه مسئله ای داریم. مشکل اینه که آیا میشود آقای دکتر مصباح زاده رو قانع کرد که در کنار کیهان اولین نشریهی که میده نشریه ورزشی باشه؟ کار سختی بود. این کار رو ما به کمک یکی از دوستان پادشاه درگذشته ایران مرحوم منوچهر قره‌قزلو کردیم که دوست ما بود و رفیق نزدیک شاه. او آمد و با آقای دکتر گفتش که علازات خیلی به ورزش علاقمنده، اگه نشریه ورزشی داشتی خوبه. به این ترتیب یک روزی ما تصمیم گرفتیم که نشریه ورزشی بدیم و این نشریه ورزشی همین کیهان ورزشی بود که
پایه‌های اساسیش از یک طرف ایران بود و از یک طرف دیگه من بودم، اما صورت ظاهرش آقای منوچهر قرقوزو که هیچ و قلم هم دستش نگرفته بود شده بود مدیر و یه سردبیری داشتیم که نویسنده ورزشی کیهان بود مرحوم محمود منصفی. او اتفاقا خبرهای ورزشی رو فرستاد، من تو اون صفحه کذا چاپ میکردم. در نتیجه چهار نفر اینجوری به اضافه خود آقای دکتر مصباح‌زاده تصمیم گرفتیم کیهان ورزشی رو منتشر کنیم و این کارو کردیم. بعد چه بازتابی داشت؟ بازتابش در اول خیلی زیاد نبود، ولی ما یک کار خیلی جالب کردیم. کار جالب اونی بود که همون که شما رو گرفتار کرد، آمدین در مدرسه ها از مدارس متوسطه و حتی بالای ابتدایی عکس بچه‌هایی رو که ورزش می‌کردن، ورزش دوست داشتن، کوچولو کوچولو در صفحات کیهان ورزشی چاپ کردیم و اسمشون رو نوشتیم و اینا تشویق شدن که کیهان ورزشی رو بخرن. بعد یواش یواش شروع کردیم به دادن فکرهایی که باید یه جوون رو به اون طرف برد، یعنی تکراری که من می‌کردم، فکر اینکه ورزش عامل آزادی، عامل رهایی بخش بودن است و باید این رو تقویت کرد در نسل نزد نسلی که در حال بالیدن و بالا آمدنه. یک سال بعد یا یک سال نیم بعد کیهان ورزشی جای خودشو باز کرد، به طوری که دیگه ما یواش یواش در مدرسه ها که نه، ولی در خیابون و همه جا صبح شنبه خلق الله می‌دیدن می‌بینن کیهان ورزشی چه خبر تازه‌ای داره، چه حرف تازه‌ای داره می‌زنه. جناب الهی، وقتی کیهان ورزشی قبل از انقلاب و الان وقتی می‌خونیم می‌بینیم که کاملا ارتباط ورزش رو به عنوان یک مقوله مهم اجتماعی در مجله نشون میده، به عنوان مقوله‌ای که مثل سیاست، مثل فرهنگ چقدر نقش مهم در جامعه داره. درست. کاری که ما شاید در برنامه ورزش و اندیشه داریم انجام میدیم، البته ما هنر هم بهش اضافه کردیم. من میخوام ببینم تا چند اندازه شما به این کار اعتقاد دارید که حتی یک برنامه تلویزیونی امروز بیاد در واقع از ورزش به عنوان یک مقوله اجتماعی و ربطش بده به مسائل هنری، فرهنگی و سیاسی جامعه. این بخش از کیهان ورزشی رو من خودم برپا کردم و تا اونجایی که بودم و داشتم برش کوشیدم که ورزش یه وسیله سرگرمی تو خیابون نیست، باهاش میشه خیلی کارهای دیگه کرد، میشه باهاش میشه انسان رو تربیت کرد، انسان رو به آزادی رسوند، انسان رو به دموکراسی و قبول رأی رسوند. همه این حرفها رو شخص من در این مجله راه انداختم، راجبش مقاله نوشتم، با آدمای بزرگ ورزش روز دنیا در این زمینه مصاحبه کردم. من با بسیاری از رؤسای کمیته بین المللی المپیک مصاحبه کردم، حتی یه مصاحبه خیلی جالب کردم با اون مرحوم کورس نمیدونم هست یا نیست، لورد کیلرین که در یکی از معتبرترین آدمهای چیز بود، تئوریسین های ورزش بود. بعد با روزنامه نگارهای فرنگی که شکل من فکر میکردم فوراً ارتباط برقرار کردم، با روزنامه معروف اکیپ که به لطف گیلانپور من شناخته بودم و بعد خودم دیگه باشون چیز شدم، با سردبیرش، نویسندگانش دوست شدم، مصاحبه کردم، چاپ کردم و مسئله ورزش رو از صورت اینکه بدوین صد متر تموم شه خارج کردم. همین، این خیلی کار بزرگی بود به نظرم. پس شما در واقع با یک برنامه ورزش تلویزیونی هم که این نگاه رو داشته باشه شما موافقید؟ 100%، 100%. اصلا نمیتونه. ببینید، من در یک رساله فوق دکتری یک تعریفی از ورزش دادم، گفتم ورزش عامل رهایی، تفکر و آزادی انسان است. وقتی شما به این شکل اینا رو بتونید تعبیر بکنید بقیه‌اش آسونه دیگه. جناب الهی، در اولین شماره کیهان ورزشی که در 12 صفحه در سال 1343 18 آذر منتشر شد، در سرمقالش نوشته شده آنچه بیشتر از هر چیزی مورد نظر ماست و ما به خاطر آن می‌کوشیم اصلاح امر ورزش است و برای انجام این منظور از انتقاد فروگذار نخواهیم بود و عیب را در هر کجا و در هر مقامی که باشد نشان می‌دهیم و راه چاره را عنوان می‌کنیم. کیهان ورزشی بسیار منتقد بود، بسیار تند با مسائل ورزش ایران برخورد می‌کرد و طبیعتاً مسئولان ورزش در اون زمان موافق این نظر نبودند. طبیعتاً هیچ مسئول ورزشی اصلا از انتقاد خوشش نمیاد، چه حالا چه در گذشته. شما برخوردتون با این مسائل چطور بود؟ یا مثلا شما در ابتدای گفتگوتون به شاه فقید ایران اشاره کردید، در خبرهایی که ما دنبال میکنیم تنها منبعی که خود شاه به خبرهای ورزشی دسترسی داشت کیهان ورزشی بود. نگاه شاه فقید ایران با این قضیه چی بود؟ از این انتقادات چطوری ایشون
برخورد با این قضیه میگه. آیا اصلا شما برخوردی پیش اومده یا اصلا ملاقاتی با پادشاهی فقید ایران داشتید؟ نه، در این زمینه برخوردی نداشتم. من ایشون رو خب در مراسم دیده بودم، اولین بار هم که با مراسم خیلی نزدیک دیدم، در وقت موقعی بود که من اولین بار، شاید هم برای اولین مرتبه که در بازی های آسیایی توکیو من تنها خبر روزنامه‌نگار بودم و اونجا رفته بودم، در مهمانی سفارت ایران داده بود، زیارتشون کردم و با هم دو کلمه ای صحبت کردیم و ایشون به شوخی من گفتن این آقای زدتنا رو نقدر قلقلک ندید و همین. ولی اینو میدونستم که علازات روزای اول هفته صبح شنبه قبل از حسیدگی کیهان ورزشی میخونن و خبر و اون چیزی که در کیهان ورزشی نوشته میشه به دقت دنبال میکنن. این اسباب نگرانی کسانی بود که نابجا می آمدند تو کار ورزشی. ما آدمای بجا داشتیم، آدمای نابجا داشتیم. آدمای بجامون اونایی بودن که خودشون سابقا ورزشکار بودن. منوچهر قرقوز بود، علی عبدو بود، مجید بختیار بود، اینا همه ورزشکار بودن. ورزش هم میشناختن. ما باهاشون رفیق نبودیم. ولی نظر انتقادی ما رو قبول میکردن و با همون صمیمانه کار کردن. دست ادهی هم بودن که این مشاغل رئیس فدراسیون بودن و سرش شغل بود، ادا بود، خودنمایی بود. این اون وقت طبعا گرفتار میشدن و بعد هم شما یادتون باشه که من در المپیک مونرال 76 مونرال از مونرال که برگشتم ضعف‌های تیم ایران رو که در اونجا فقط دو تا مدال آورد نوشتم، در کجا؟ در روزنامه رستاخیز که مال حزب رستاخیز بود و ما به کیهان ورزشی ها رو فرستاده بودن اونجا و همون باعث شد که شاه دستور داد که اصلا سازمان تربیت دینی منحل بشه و سازمان جدیدی جاش بیاد. درسته. ولی جناب الهی، با آمدن زنده یاد مهدی دوری به کیهان ورزشی، وقتی نگاه میکنیم به مجلات اون زمان میبینیم که تیترهای کیهان ورزشی از یک ویژگی خاصی برخوردار بود و در واقع میدونید تیتر ویترین یک مجله است و به نظر میرسه زنده یاد دوری در این زمینه کاملا استاد بودش. حتی در بعد از انقلاب که خود من دنبال میکردم، شخصی به نام اردشیر لارودی که در واقع شاگرد مهدی دوری بودش، دقیقاً همین روش رو در روزنامه های بعد از انقلاب به کار می برد که تیترهای درست و آنچنانی می زد. بله. عرضم حضورتون که آقای دوری پیش خود من کارش رو شروع کرد. مثل همه آدم ها، روزنامه نویسای درست. از رفتن به چاپخونه، خبر بردن به چاپخونه درست شد و یه روزی هم شد که من چون به علت اینکه پاورقی نویس بودم، گرفتاری زیادی در پاورقی نویسی، رفتم پیش آقای دکتر بسوازاده و بهش گفتم این جوان رو به جای من بگذارید. اون موقع من سردبیر بودم، سردبیر کیهان ورزشی. آدم بزرگی بود، مسائل رو خوب میدید، یه نگاه چپ نسبتا تند به کنار خودش و با اشراف، یه خورده رفیق باز بود و رفیق بازا طبعا اشکالات رفقاشون رو نمیبینن، ولی من حیث سر مجموع در تیز زدن تیزروش اغلب با من مشورت میکرد. در تیز زدن خیلی خوب بود، تیزروی به هیجان انگیز و خوب میتونست در بیاره و بله این کارم ادامه بدید. سبک خاصی نبود، سبک خاص حفی بود که ما پایش گذاشت بودیم، شکل گرفته بود، به تدریج جفتی بودیم جلو. بله. وقتی صحبت از کیهان ورزشی میشه نمیشه از نام دکتر مصباح‌زاده گذشت. من وقتی به نامه های رد و بدل شده بین شما و دکتر مصباح‌زاده نگاه میکنم، یک نکته خیلی قابل توجه در اون میبینم که خود من در کار تهیه این برنامه لمسش میکنم و اونم اینه که ایشون قبل از اینکه مجله به چاپ برسه خیلی پیگیری میشد، خیلی قسمت های مختلف مجله رو با تلفن با حضوراً میخواست که آقا چی شد، مجله در اومد نیومد. اما وقتی مجله به چاپ میرسید دیگه نگاهی به مجله نمیکرد و حتی شما اون روشش در مورد همه بند نشریاتی که آن این بود دقیقاً داشتم همین اخیراً نمیدادی دقیقاً و حتی شما یه بار بهش گفتی پس چرا نگاه نمیکنی؟ بنده هر دستش جسته بودم که یک کاری رو نامه رو درست میکردم، غلط گیری میکردم. از لحظه‌ای که من رسیدم این تلفن رو برداشت، ای گفت چاپ روزنامه حاضر شد، روزنامه که آن روزانه رو عرض کنم حاضر شد. بالاخره روزنامه رو آوردن تو اتاق، دادن دستش، نگاه کرد، گذاشت رو میز. گفتم آقا چون که این همه هستنه نگاه کنین ببینین چی نوشته، آخه چی شده. گفت آقا مال دیروز بود، تموم شد، فکر فردا باش. دقیقاً. چون خود ما هم مثلا وقتی ما برنامه‌مون تموم میشه اینجا، من درست از لحظه که تموم میشه
همش به فکر اینم که هفته آینده باید چی کار بکنیم. بله. و من اینو بدون اینکه آگاهی بهش داشته باشم اینو خودم لمسش کردم. وقتی این نامه‌های شما رو دیدم، این گفتگو بین شما رد و بدل شده دیدم، احساس کردم که چقدر درست فکر می‌کرده در واقع. و خیلی البته نمی‌پسنده، اما به نظر من کار بسیار حرفه‌ای بودش. بله، یعنی واقعا ببینید روزنامه وقتی درآمد دیگه تمامه، کار تمام شد، اصل بعدی رو باید فکر کنید بهش. مسئله اساسی، یکی از گرفتاری بزرگ اینه که ما هنوز مسئله روزنامه رو به خودمون حل نکردیم. این روزنامه نویس کیه؟ درسته؟ بله. این مشکله. و بسیاری از روزنامه نویسی یه اشکال بزرگ بزرگش اینه که دو دسته به طرفش میان. یک دسته ای که روزنامه نگاری براشون هدفه، یه دسته ای که روزنامه نگاری براشون وسیله است. و همیشه اینایی که وسیله است کار رو خراب میکنن، چون میخوان به نتیجه برسن از راه از طریق این کار. اونایی که براشون هدفه، من همسال بنده اینا کارشون انجام میدن و مسئله هم نخواهند داشت. جناب علی، پرسش بعدی من در رابطه با این است که یک ورزش نویس چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ چون من تفاوت کار ورزش نویس رو کاملا با کارهای دیگه جدا میدونم، چون من احساس میکنم اگه کسی برای هنر مینویسه حتما نباید هنرپیشه باشه، اما اون کسی که ورزشی مینویسه، وقتی مثلا یه نفر که فوتبال نویسه باید حتما خودش فوتبال بازی کرده باشه. من نمیدونم شما تا چه اندازه این کار تخصصی ورزشی نویس رو در این شکل بهش اعتقاد دارید اصلا؟ بسیار بسیار سوال خوبی کردید. ببینید، ما در کنار ورزشی هم این شکل کار میکردیم. هر کدوم از نویسندگان یک بخش از ورزش رو که یا درش قهرمان بودن یا درش سواد داشتن و اطلاع داشتن اونو اداره میکردن. مثلا خود من یه شناگر درجه دو درجه سه بودم، ولی ورزش های دو میدانی، شنا و ژیمناستیک رو مطالعه میکردم، سوابقش رو نگاه میکردم و در نتیجه در مورد اینا مینوشتم. اما به من میگفتن فوتبال بنویس، میگفتم نه برین پیش آقای عبداللهی. دقیقی فرمایید، میگفتن وزنه برداری، میگفتن برین پیش آقای تمرز. یعنی باید سعی کرد که در اون چند رشته ای که خودتون دارین کار میکنین ورزیده باشید، تاریخچه‌ش رو بدونید، رکورداش رو بدونید، آدماش رو بشناسید، بنابراین کار دیگه باید آسونه. آغاز فصل دوم که آموزشی رو میتوان با ظهور جمهوری اسلامی رقم زد که ریشه و اساس این مجله تا آنجا پرمایه بود که با وجود کوچ اجباری شماری از نخبه‌های آن، باز هم کیهان ورزشی از آن بنای محکم و ساخته و پرداخته تا حدود بسیاری بهره گرفت تا از پا نیفتد. دو سه تازه وارد که خوشبختانه با راه و رسم پیشکسوتان خود به خوبی آشنایی داشتند و به این میراث با تمام توان عشق می‌ورزیدند، دست در دست چند چهره گذشته گذاشتند تا مصیبت‌های مربوط به سال‌های به اصطلاح انقلابی را تحمل کنند و این مجله معتبر را پاس بدارند. کیهان ورزشی در دهه 60 خورشیدی نیز در هر فرصت مناسب با برخورداری از چند دلبسته به بزرگان پیشین این مجله آثاری را تولید کردند که گاه به گاه نشانگر و یادآور آن کیهان ورزشی پرخواننده و محبوب بود تا بنیانگذار کیهان ورزشی را امیدوار سازد. در همین دهه کیهان ورزشی چند بار با تیراژهای بالای 100 هزار و چاپهای دوم و سوم انتشار یافت تا روزهای خوش این مجله را در دهه‌های دوم و سوم بیاد آورد. و باید گفت که در همین احوال دشمنان نیز همگاه در پی فرصت بودند تا ریشه های بازمانده کیهان ورزشی را برای همیشه بزنند. کیهان ورزشی برای دومین بار با پاکسازی و کوچ اجباری باقی مانده نخبه ها و خوندرخورده های خود روبرو شد تا تمام هست و نیست این مجله مصادره شود. حضور حسین شریعت مداری در قالب نماینده خامنه‌ای در کیهان در همان ماه‌های اول با تهاجم همه جانبه به کیهان ورزشی و فضای امنیتی در تک تک صفحه‌های این مجله شرایطی را به چند چهره باقی مانده و تاثیرگذار در قدیمی‌ترین مجله ورزشی تحمیل کرد تا با زبان خوش از خانه رانده شوند و بازخریدی را بپذیرند. کیهان ورزشی در 20 سال پیش و در آستانه چلچلی با تیغ نماینده ولی فقیه در کیهان رو به افول و نزول گذاشت تا دیگر هیچ نشانی از گذشته را به همراه نداشته باشد و خیلی زود تبدیل به مرامنامه شریعت مداری شد. کیهان ورزشی در 20 سال گذشته در مسیری قرار گرفت که بدون تعارف تمام رشته‌های خود را به شکل پنبه دید
و حالا در 60 سالگی تبدیل به موجودی علیل و از پا افتاده شده و هیچ جایی در ورزش امروز آن سرزمین ندارد. امروز بالاترین تیراژ کیهان ورزشی به 3-4 هزار نسخه میرسد که قسمت قابل توجه از آن نیز هر هفته برگشتی است. 2-3 هزار مشتری و خواننده کیهان ورزشی در 60 سالگی مجله بیشتر بالای 50 سال هستند که کماکان از سر همان اعتیاد شنبه ها به سراغ محبوب قدیمی میروند تا با خیال های دوران جوانی و نوجوانی به گذشته های بدون بازگشت پرواز کنند. عمر 60 ساله کیهان ورزشی با همه فراز و نشیب هایش یادآور نام های دوست داشتنی و به یاد ماندنی است که عاشقانه و پاکباز در راه مجله قدیمی از هست و نیست خود گذشتند که بیگمان نام آنان در تاریخ مطبوعات ورزشی و ورزش ایران ماندگار خواهد بود و شماری نیز از کیهان ورزشی در این سالها وسیله و پلی ساختند برای بهره مندی از پست های پیدا و پنهان در اینجا و آنجای ورزش که صد البته حساب فرصت طلب ها از آن عاشقان واقعی جدا خواهد بود. جناب علی، مقایسه کیهان ورزشی پیش و پس از انقلاب اسلامی رو شما چگونه ببینید؟ والا من فکر میکنم که یک جهش بزرگی در ورزشی نویسی ایران به وجود اومده. ما در اونجا روزی که بنده از ایران آمدن بیرون 2 روزنامه ورزشی داشتیم، کیهان ورزشی، دنیای ورزش. بعد روزنامه های یومی هم البته خبر ورزشی چاپ میکردن، ولی الان خیلی زیادن، خیلی زیادن و نمیدونم چه کار باید کرد. و قدر مسلم اینه که بچه هایی که این کار رو میکنن باید واقعا ورزش رو بشناسن، عاشقش باشن و دنبالش برن برای تخصص، به راه باریک اندیشیدنش. به مثلا فرض کنید الان دیگه برای خود من ورزش مسائل اساسی و عمومیش مطرحه. الان دوپینگ در روسیه مسئله شده، من دنبال میکنم. الان مسائل فدراسیون بین‌المللی فوتبال و اون جنجالش برپا شده، من دنبال میکنم. اینا چیزهای سیاسی و اجتماعی کنار ورزشه، ولی در تیکه های فنیش هم هستن کسانی که باید دنبال کنن دقیقاً و ببینن که چی داره پیش میاد. خب دقیقاً این پرسش جناب الهی پیش میاد که آیا تناسبی بین این همه تعداد روزنامه ها و سایت های ورزشی با چیزی که امروز در ایران میگذره، با اون ورزشی که وجود داره، آیا این تناسبی وجود داره اصلا؟ والا این به نظر من باید خود صبر کنیم ببینیم زمانه چه جواب دونه میده. چون گفتم بهتون کار خوب میمونه، کار بد هم از خودش اتوماتیک از بین میره. یعنی فکر نکنید که حالا چون این الان فلانی اومده نشسته سر فلان مجله داره راجع به مجله ورزشی و داره کار ادارش میکنه، حتما این کارش موفق خواهد بود. هرگز. شما فردای رسانه ورزشی رو چطوری میبینید؟ چونه؟ فردای رسانه ورزشی رو چطور میبینید؟ قدر مسلم اینه که جمعیت ایران از روزی که من ازش از ایران اومدم بیرون تا کنون 2 برابر از روز اون از روز بیشتر شده. بنابراین جمعیت احتیاج داره به روزنامه، احتیاج داره به تلویزیون، احتیاج داره به رادیو که بخش ورزشیش رو خوب بتونه اداره کنه. فردای اینا بسته به فردای تفکر ماست. این خیلی مهمه که ما از نظر ورزشی به ورزش چگونه نگاه کنیم. آیا وسیله است برامون یا هدف؟ در 20 سال گذشته تکنولوژی جهانی وارد شده و شرایط دنیای مجازی پیش اومده. با این شرایطی که هست، شما آینده رسانه‌های ورزشی رو به صورت کاغذی که الان منتشر میشه، اون آینده رو چطور میبینید؟ والا اون آینده برای ورزش نیستن کاغذی. همه رسانه‌های کاغذی آینده‌شون در خطره. دقیقاً. الان شما یه چیزی دست بچه‌ش 8 ساله 9 ساله تا یعنی 9 ساله من هستش تا بهش میگم میزنه رو دکمه، میگه جوابشو میده به شما که بله این اینجوریه. دقت فرمودید؟ بله. این مسئله مبارزه شکل کاغذی و شکل صوتی و تصویری موجود یه چیزیه که باید یواش یواش دنیا حلش کنه. من خوب یادم سالهایی که در مدرسه روزنامه‌نگاری درس می‌دادم، سالهای تازه سال اون تئوری معروف مارشال مکلوهان مطرح شده بود. نمی‌دونم خاطرتون هست یا نه. بله بله. بله. در اون زمان مکلوهان با هر حرفایی که میزد یه قول دنیای تفکر بود، در ارتباطات بود. امروز یه آدم معمولی از نظر تاریخی رو وطوات میشه به اونجور. این همین قهوش رو در مورد اونچه که الان هست باید صادر کرد. نمیشه پیش بینی کرد. یعنی پیش بینی کردن کار فالگیرا و جنگیراست. من متخصص این کار نمی کنم. جناب الهی، من
دوست داشتم فرصت بیشتری داشتیم میتونستیم مفصل در رابطه با روزنامه‌های قدیم مجله کیهان ورزشی در گذشته و امروز صحبت کنیم، اما وقت برنامه من اجازه نمیده که بیش از این در خدمتتون باشم. فقط یه نکته خواهش، فقط یه نکته کوچیک آقای الهی، شما میدونید نخستین شماره تلفن مجله کیهان ورزشی چی بود؟ نخستین شماره کیهان ورزشی؟ شماره تلفن مجله کیهان ورزشی؟ نه نمیدونم، ولی میدونم که اول که با کیهان تلفن‌های کیهان وصل می‌شد، ما وصل می‌کردن. آها بله، ولی مرکز تلفن خونه داشتی، اون تلفن ورزشی وصل می‌کردن. ولی نخستین شماره تلفن کیهان ورزشی 326-56 بود، شماره پنج رقمی بود، 326-56. من توی مجلات قدیمی پیدا کردم که بسیار چیزای نکته‌های خیلی جالبی در وقتی به گذشته نگاه می‌کنی بسیار نکته‌های جالبی میتونیم ببینیم، اما خب متأسفانه وقت نداریم بیشتر از این در خدمت شما باشم. اصلا یادتون باشه که اون با حروف چینی دستی انجام میشد، نه حتی تایپ هم لاین و تایپ هم نبود. درسته، تیکه 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 تیکه، اونم با خط قشنگ بنده یار فرزندی منتشر میشد. جناب الهی بی نهایت سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه ورزشی رو پذیرفتید. فقط یک مورد است، ما میدونی که در پایان برنامه همیشه یک ترانه پخش میکنیم، اگر بخوایم در پیوند ورزش و هنر انتخاب ترانه رو به عهده شما بذاریم، شما چه آهنگی رو برای برنامه این هفته ما انتخاب میکنید؟ من عاشق ترانه های مردی هستم. بله، برای اینکه از دوست هم دوستم بود، هم دوستش داشتم. و اگه بتونید اون ترانه معروف دیدی که رسوا شد دلم رو بذارید. دیدی که رسوا شد دلم، بله، یکی از بهترین ترانه های مرضی است، بسیار انتخاب جالبیه. فکر کنم شعرش هم از رهی معیری و آهنگش هم از استاد بله. تجویدی. آیه الهی بی نهایت سپاسگزارم که در برنامه ورزشی شرکت کردید. متشکرم. بینندگان گرامی، با پخش این ترانه دیدی که رسوا شد دلم با صدای زنده یاد مرضیه به شما بینندگان گرامی بدرود میگم و تا هفته آینده همین روز همین ساعت خدا نگهدار شما. دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، دیدی که رسوا شد دلم، غرق تمنا شد دلم، دیدی که من با این دل بی‌آرزو عاشق شدم، با این همه آزاد
اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. دفتر حقوقی فاد حقیقی و همکاران در اورنج کانتی، وکیل کلیه امور مهاجرت و تصادفات، کارت سبز از طریق سرمایه گذاری و از طریق توانایی های فوق‌العاده، هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان شامل همسر و فرزندان زیر 21 سال، تأسیس شرکت در آمریکا، پناهندگی سیاسی و مذهبی، تصادفات رانندگی، موتورسیکلت، صدمات بدنی و زمین خوردگی در رابطه با امور تصادفات تا هنگامی که حق شما دریافت نشده هزینه ای نمی پردازید. 714-508-7000